دوستان عزیزم سلام، خیلی خوش اومدین به بوگن شماره 37. مستقیم میریم سراغ سوال ها. سوال شماره 1: Welches Verhalten ist beispielhaft für vorausschauendes Fahren؟ چه رفتاری رفتار نمونه است beispielhaft برای رانندگی که vorausschauend باشه، یعنی اینکه دور نگرانانه باشه، اگر اشتباه نگفته باشم. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. من حدال امکان سریع به تغییرات احتمالی توی وضعیت تردد عکس العمل نشون. Ich beschränke die Verkehrsbeobachtung möglichst auf das direkt vor mir fahrende Fahrzeug. Man حواسمو تا جایی که بشه میدم به ماشینی که جلوی من داره میره. Ich versuche die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer möglichst frühzeitig zu erkennen. Man سعی میکنم که تصمیمات بقیه کسانی که توی خیابونن و تا جایی که بشه سریع تشخیص بدم. که گزینه 1 و 3 درست هستند. سوال شماره 2: Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten? با چه چیزی باید حساب کنین اگر که بچه ها سر یک چراغ قرمز، سر یک چراغ ایستاده باشند؟ Dass die Kinder sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. اینکه بچه ها همدیگر رو هل بدن توی خیابون. Dass die Kinder auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert. با اینکه بچه ها حتی وقتی که چراغ قرمزه بیان وسط خیابون برای اینکه براشون یه هایی طولانی میشه صبر کردن. Dass die Kinder schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Richtung von grün auf gelb umschaltet. با اینکه بچه ها زمانی که چراغ برای من از سبز به زرد میشه، یعنی هنوز قرمز نشده، بیان وسط خیابون. که هر سه مورد وضعیت‌های خطرناکن و با هر وضعیت خطرناکی باید حساب کنیم همیشه. سوال شماره 3: Warum müssen Sie hier besonders vorsichtig fahren؟ چرا اینجا باید به خصوص مراقب یا با احتیاط رانندگی کنیم؟ Weil die Fahrbahn durch den falsch parkenden PKW verengt ist. به خاطر اینکه جاده یا خیابون از طریق ماشینی که اشتباه پارک شده اینجا توی پیچ پارک کرده تنگتر شده. Weil die Sicht durch die Kurve behindert ist. به خاطر اینکه دید ما از طریق این پیچ بدتر شده یا کمتر شده. Weil die Fahrbahn glatt ist. به خاطر اینکه خیابون لیزه، یعنی یخ زده است و لیزه. که با هر سه اینها ما باید حساب کنیم. یعنی باید به خاطر هر سه اینا باید مراقب باشیم. سوال شماره 4: Wann wird ein Überholender gefährdet? Überholender کسی که داره سبقت میگیره. کی خطر برای کسی که داره سبقت میگیره به وجود میاد؟ Wenn der Eingeholte, Eingeholte اون کسی که داره ازش سبقت گرفته میشه. Wenn der Eingeholte plötzlich beschleunigt, اگر اون کسی که داره ازش سبقت گرفته میشه یهویی سرعتش رو زیاد کنه. Wenn der Eingeholte seine Geschwindigkeit stark verringert, اگر کسی که داره ازش سبقت گرفته میشه سرعتش رو خیلی شدید پایین بیاره. Wenn der Eingeholte zum Überholen ausschert, اگر که شخصی که داره ازش سبقت گرفته میشه دستش رو به سمت چپ بده و بخواد که خودش هم سبقت بگیره. که مسلما اگر سرعتش رو زیاد کنه و اگر بخواد اونم سبقت بگیره خطرناک میشه. سوال شماره 5: Womit müssen Sie rechnen? با چه چیزی باید حساب کنین؟ Mit Personen, die die Fahrbahn überqueren, با اشخاصی که از خیابون میخوان رد شن. Dass ich vor der Kreuzung halten muss,
با اینی که باید سر چهار راه توقف کنن mit einem Fahrzeug, das am Bus vorbeifährt. با اینی که یک ماشینی بخواد از اتوبوس سبقت بگیره. یعنی در اون صورت که بخواد از اون سبقت بگیره تو خط منه دیگه. و خب مسلماً با هر سه اینها باید ما حساب کنیم. سوال شماره 6 یک ویدیو هست که با هم میبینیم که قبلا هم داشتیم اینو. Okay, سوالا رو ببینیم. Weshalb müssen Sie hier warten? چرا باید اینجا صبر کنین، توقف کنین؟ Wegen der Radfahrerin, به خاطر دوچرخه سوار، اینجاست دوچرخه سوار. Wegen des roten PKWs, به خاطر ماشین قرمز. Wegen des Fußgängers, به خاطر عابر پیاده که اینجاست. که عابر پیاده و دوچرخه سوار کاری به ما ندارن، به خاطر ماشین قرمز باید توقف کنیم. سوال شماره 7 Worauf müssen Sie sich hier einstellen? توی همچین جایی باید آمادگی چه چیزی رو داشته باشین؟ Fahrzeuge biegen auf die Fahrbahn ein. اینی که ماشین ها از اینجایی که پارکپلتس یا حالا راستپلتس بیان بیرون، بیان توی از اینجا بیان توی جاده، وارد جاده بشن. Entgegenkommende Fahrzeuge biegen nach links ab. ماشین هایی که از مقابل ما میان ممکنه که سمت چپ بپیچن. Personen betreten die Fahrbahn. آدم ها وارد خیابون میشن. که با هر سه اینا ما باید برای هر سش باید آمادگی داشته باشیم. سوال شماره 8 Wodurch lässt sich die Fahrtüchtigkeit nach übermäßigem Alkoholkonsum kurzfristig wiederherstellen? از چه طریقی توانایی رانندگی ما بعد از مصرف زیاد الکل میتونه کوتاه مدت دوباره به دست بیاد؟ Durch 15 Minuten Sport از طریق 15 دقیقه ورزش کردن، durch das Trinken von 2 Tassen Kaffee، از طریق نوشیدن 2 لیوان قهوه، durch gar nichts، با هیچی، که با هیچی نمیشه اینو به دست آورد مگه اینکه خود الکل بعد از چندین ساعت از بدن بره بیرون. سوال شماره 9 Wie haben Sie sich zu verhalten؟ شما چطوری باید رفتار کنید؟ Nur den Radfahrer in gleicher Richtung durchfahren lassen. فقط دوچرخه سواری که داره توی مسیر ما میره، یعنی این، بذاریم رد شه. Beide Radfahrer durchfahren lassen. هر دو دوچرخه سوار رو، یعنی اینو اینو، بذاریم رد شن. Hupen und vor beiden Radfahrern abbiegen. بوق بزنیم و قبل از هر دوی اینا بپیچیم. که بعد بذاریم هر دوی اینا رد بشن. مسلماً این دو چرخ سوار درسته که داره اشتباه میاد از این طرف. یعنی فقط از این طرف اجازه دارن برن. ولی این مشکل خود اونه. اینو اگه پلیس بگیره اینو جریمه میکنه. ولی اگر که شما اینجا بزنین بهش باز مقصر شما هستین. به خاطر همین بعد بذارین که رد بشن. سوال شماره 10 Sie wollen links abbiegen. Schon rein bepichin besamte chap. Welche Schwierigkeiten können dabei auftreten? Che sachti hoye che mushkelati mitunan mitune pish biat. Missverständnisse mit entgegenkommenden linksabbiegern. Su etafahom ba kasaye dige ke az roberu mian va mikhan chap bepichan. Sichteinschränkungen durch Entgegenkommende. اینی که دیدمون محدود باشه از طریق اونایی که از روبرومون میان. Links abbieger können sich gefährlich nahe kommen. اونایی که میخوان سمت چپ بپیچن میتونن به طور خطرناکی به هم نزدیک بشن.
که هر سه اینا رو باید به عنوان مشکل باش حساب کنیم. سوال شماره 11. Wie müssen Sie sich in dieser Situation verhalten? توی این موقعیت باید چه رفتاری داشته باشیم؟ Ich muss, man باید links am Sicherungsposten vorbeifahren. Sicherungspost, این شخص هستش که شغلش رو بهش میگن Sicherungspost. از سمت چپش ردشم رو برم. Ich muss vor dem Andreaskreuz halten. من قبل از Andreaskreuz, گفتیم ایناس, باید بیستم, توقف کنم. Rechts am Sicherungsposten vorbeifahren. از سمت راست این شخص باید میتونم ردشم. وقتی به این شکل نگهش داشته ما باید قبل از اندریاس کرویتز توقف کنیم. سوال شماره 12. Sie nähern sich einem Linienbus, der an einer Haltestelle angehalten hat. شما به یک اتوبوس خطی نزدیک میشین که سر یک چهارراه نگه داشته. Worauf müssen Sie beim Vorbeifahren achten? به چه چیزی باید وقتی که رد میشین توجه کنی؟ Auf Personen, die sich auf der Fahrbahn befinden, به اشخاصی که توی خیابون هستن, auf meine Geschwindigkeit, به سرعت خودم, auf ausreichenden Seitenabstand, به اینکه از کنار فاصله کافی داشته باشم. که هر سه اینا رو باید بهشون توجه کنیم. سوال شماره 13. Was gilt unmittelbar vor und auf Zebrastreifen? چه چیزی چه قانونی هستش قبل از یعنی دقیقا قبل از خط عابر پیاده و روی خط عابر پیاده؟ Es darf nicht überholt werden. سبقت گرفتن ممنوعه. Es darf nicht geparkt werden. Park kardan mamnue. Es darf nicht gehalten werden. Tawakuf kardan mamnue. Ke har seye inha mamnu hasta. Aslan gablesh ejaze nadarin ke beistin park korin ya sebghat begirin. Sual shomare 14. Die Ampel zeigt auf grün. چراغ قرمز میشه. Sie wollen rechts abbiegen. شما میخواین به سمت راست بپیچین. Wie verhalten Sie sich gegenüber Personen, welche die Straße überqueren, in die Sie einbiegen möchten? شما در برابر اشخاصی که میخوان از خیابون رد بشن، میخوان از خیابونی رد بشن که شما میخواین توش بپیچین، چه رفتاری دارید؟ دی پرسونن دویش هوپن وانن از طریق بوغ زدن بهشون اختار بدم. زوگیش فارن پرسونن اب بیگن خیلی سریع قبل از اون اشخاص بپیچم. دین پرسونن دس اوبرکویرن در شتراسه امگلیشن اجازه بدم که این اشخاص از خیابون رد بشن که مسلمن باید اجازه بدیم که رد بشن حتی اگه دلمون نمیخواد. سوال شماره 15. Welches Verhalten ist richtig? چه رفتاری درسته؟ Ich muss den Bus durchfahren lassen. من باید بذارم که اتوبوس رد بشه. Ich fahre vor dem Bus. من قبل از اتوبوس رد میشم. Ich muss das Motorrad durchfahren lassen. من قبل از موتور سوار. نه من باید بذارم که موتور سوار رد بشه. که توی امتحانم دقیقا به نظرم همین کاری که من همیشه میکنم اگر بکنین حتما اشتباهی براتون پیش نمیاد. خیابون فرعی همیشه باید حقو بدیم به اینا. پس این اول باید بره و از بین ما دوتا که فرعی هستیم اونی که مستقیم میره پس ما باید بریم. پس گزینه سه که باید بذاریم موتور رد بشه درسته و ich fahre vor dem Bus قبل از اتوبوس رد.
سوال شماره 16 welches Verhalten ist richtig؟ چه رفتاری درسته؟ Ich muss warten. من باید صبر کنم. Der grüne PKW muss warten. ماشین سبز رنگ باید صبر کنه. که باز دوباره این علامت خیابون فرعی مال ماست، پس ما باید صبر کنیم. سوال شماره 17 welches Verhalten ist richtig؟ چه رفتاری درسته؟ Ich fahre zuerst. Man اول میرم. Ich muss den gelben PKW durchfahren lassen. بعد بذارم که ماشین زرد رنگ اول بره. که باز دوباره این علامت هم علامت خیابون اصلی سر این چهار راه هستش. پس ما اول میریم. Ich fahre zuerst. سوال شماره 18. Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin? این تابلو به چه چیزی رو نشون میده؟ به چه چیزی اشاره میکنه؟ Auf einen Bahnübergang in etwa 240 Meter Entfernung به یک محل عبور قطار که 240 متر از ما فاصله داره. Auf einen Bahnübergang in etwa 80 Meter Entfernung به محل عبور قطار که 80 متر با ما فاصله داره. Auf einen Bahnübergang in etwa 160 Meter Entfernung. با یک محل عبور قطار که حدوداً 160 متر با ما فاصله داره. که هر کدوم از این خط ها 80 متر حساب میشن. پس با دو تا خط 160 متر هستش. سال شماره 19 زینه انزیش اینا زوگ کنزیشنتن هلتشتله. شما به یک همچین ایستگاهی نزدیک میشین. Wie verhalten Sie sich, wenn Sie dort Kinder sehen? اگر که اونجا بچه ببینید، چه رفتاری دارید؟ چی کار میکنید؟ این علامت علامت ایستگاه هستش، هلتشتله. و زیرش نوشته Schulbus, Werktags, 7 bis 9 Uhr و und 11 bis 13 Uhr. Schulbus یعنی اتوبوس مدرسه، Werktags یعنی روزهای کاری، روزهای هفته، 7 تا 9 و 11 تا 1. فقط یعنی بین این ساعتها هلتشتله هستش اینجا. نه، هلتشتله بر شولبوس فقط توی این ساعت ها هست. Okay. ببخشید. Eine Verminderung der Geschwindigkeit ist nur erforderlich, wenn dort ein Schulbus hält. کم کردن سرعت فقط وقتی احتیاجه که اونجا یک اتوبوس مدرسه نگه داشته باشه. Geschwindigkeit vermindern und bremsbereit sein. سرعتمون رو پایین میاریم و آماده ترمز کردنیم. Die Geschwindigkeit muss nicht vermindert werden, wenn ein Bus in einer Haltebucht hält. Haltebucht, دیدین که حلتشتله ها، ایستگاه ها همیشه یه چیز این شکلی مانند یه جایی دارن که میرن توش. اینو بهش میگن Haltebucht. وقتی که اتوبوس توی این قسمت ایستاده، احتیاجی نیستش که سرعتمون رو پایین بیاریم، که مسلما سرعتمون رو باید پایین بیاریم و آماده ترمز کردن باشیم. سوال شماره 20 welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei؟ چه چیزهایی، چه کارهایی به حفاظت از محیط زیست کمک می‌کنه؟ Die Verwendung von Klimaanlagen, استفاده از کولر. Die Verwendung von Leichtlauföln, استفاده از روغن‌های موتوری که باعث اسمشون هست Leichtlauföl. حالا دیگه روغن‌های خوب هستن که بر موتور ماشینن. Die Verwendung von Leichtlaufreifen. Reifen هم که یعنی تایر، Leichtlaufreifen. اون تایرهایی هستن که بهشون میگن Leichtlaufreifen که این دو کمک میکنن. کولر ولی صدمه میزنه به محیط
خب میرسیم به قسمت ب دوستان. سوال شماره یکش سوالش یه ذره طولانیه. Beim Verlassen einer Ortschaft erhören ein circa 15 Meter vorausfahrendes Fahrzeug und Sie die Geschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde auf 100 Kilometer pro Stunde. موقعیه بیرون رفتن از شهر فلسن اینه اوچفت شما و ماشینی که 15 متر جلوی شما داره میره سرعتتون رو از 50 کیلومتر در ساعت به 100 کیلومتر در ساعت بالا میبرید. وی sollten Sie Ihren Sicherheitsabstand gegenüber dem Vorausfahrenden ändern? فاصلتون رو با اون ماشین جلویی باید به این نسبت چقدر بیشتر کنید؟ Ich sollte den Sicherheitsabstand von mindestens 25 auf mindestens 25 Meter erhöhen. باید فاصله ما به 25 متر اضافه کنم. یعنی باید 25 متر بیشترش کنم فاصله ما. Ich sollte den Sicherheitsabstand unverändert beibehalten. باید فاصله ما همون اندازه که هست نگه دارم. Ich sollte den Sicherheitsabstand auf mindestens 50 Meter erhöhen. باید فاصله رو به 50 متر اضافه کنم. که 50 تقسیم بر 10 5 ضرب در 5 25 متر باید فاصله می داشتیم توی شهر و باید 50 متر بیشترش کنیم. سوال شماره دو Was sind Anzeichen dafür, dass Sie Ihre Fahrt unterbrechen sollten? چه چیزهای نشونه برای این هستن که شما باید رانندگی رو قطع کنین؟ یعنی باید یه استراحت بذارین اون وسط. Schwierigkeiten beim Spurhalten, اینی که درست توی خط خودتون نتونین بمونین. Drohendes zufallende Augen, اینی که چشماتون یه هایی روی هم بیفته. Vermehrtes Gähnen. خمیازه کشیدن زیاد. که هر سه اینا نشونه اینه که داریم خسته میشیم و باید یک توقف کنیم. سوال شماره سه. Sie fahren auf einer sehr schmalen Straße und haben 50 Meter Sichtweite. شما توی یه خیابون خیلی باریک دارین میرین و حدوداً 50 متر دید دارین. Wie lang darf Ihr Anhalteweg höchstens sein? مسافت توقف شما نهایتاً چقدر اجازه داره باشه؟ همیشه میگن توی نصف اون قسمتی که میبینین باید بتونین نگه دارین. یعنی باید 25 متری جلوتون بتونین نگه دارین. اگه اینجا نوشته باشه 100 متر شما 50 باید بزنین. سوال شماره 4 یک ویدیوه که با هم میبینیم باز. چیزی متوجه نشدم ولی سوالا رو ببینیم حالا. Sie möchten überholen. شما میخواین سبقت بگیرین. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten? باید چه رفتاری داشته باشین؟ Ich überhole noch nicht, da der blaue PKW überholen könnte. من هنوز سبقت نمیگیرم چون ماشین آبی رنگ میتونه هنوز بخواد سبقت بگیره. Ich überhole alle Fahrzeuge in einem Überholvorgang. من از همه این ماشین ها توی یهویی سبقت میگیرم. یعنی مثلا نمیام اول از این سبقت بگیرم بعد از این یهویی میرم از همه با هم سبقت میگیرم. Ich folge dem blauen PKW unmittelbar, falls dieser überholt. من دنبال ماشین آبی
میرم اگر که اون خواست سبقت بگیره که گزینه یک گزینه درستمونه. سوال شماره 5. Ihr PKW hat einen Defekt und ist nicht mehr fahrbereit. ماشین شما یک خرابی داره و دیگه نمیشه باش رانندگی کرد. Was ist beim Abschleppen zu beachten? موقع این که داره با جرثقیل میبرینش یا حالا با تناب یا چیزی میکشینش باید به چه چیزی توجه کنی؟ Während des Abschleppens ist zusätzlich die Nebelschlussleuchte zur Signalisierung des Abschleppvorgangs anzuschalten. موقع بردن ماشین باید چراغ‌های مهشکن و هم چراغ‌های مهشکن پشت رو شلوس میدونید که یعنی تموم و شلوس لایشتن یعنی چراغ‌های پشتی نیبل شلوس لایشتن چراغ‌های مهشکن پشت هستن یا چراغ مهشکن پشت برای اینی که علامت بدیم که داریم ابشلپن میشیم روشن کنیم Nach Möglichkeit eine Abschleppstange zu benutzen. اگر امکانش هست از یک میله برای ابشلپن استفاده کنیم. Bei Ausfall des Motors die aufzubringende Kraft am Bremspedal erheblich höher. اگر که موتور ماشین خراب شده باشه نیرویی که به پدال ترمز میاد باید خیلی بیشتر باشه که گزینه یک که درست نیست گزینه دو درسته گزینه سه هم حد میزنم درست باشه سوال شماره 6 Sie möchten die Autobahn verlassen. شما میخواین از اتوبان بیرون برید. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig? توی این موقعیت چه رفتاری درسته؟ چه جوری درست رفتار میکنید؟ Ich fahre auf dem Seitenstreifen weiter. من روی این خط کناری به راهم ادامه میدم. Ich beachte entgegenkommende Fahrzeuge. من مواظب یعنی توجه میکنم به ماشینایی که از روبرو میان. Ich wechsle auf den linken Fahrstreifen. من به خط سمت چپ عوض میکنم. که ما به خط سمت چپ عوض میکنیم مسلما. اونا که از روبرو میان که اون برن تو اون یکی اون بر اتوبانن و اینجا هم که اجازه نداره. سوال شماره 7 Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren? چه موقعی اجازه دارین که وارد یک Umweltzone یعنی همین قسمت هایی که مثلا با پلاکات سبز فقط اجازه دارید برید. Wenn Ihr PKW Sonderrechte in Anspruch nehmen kann, اگر که ماشینتون جزء استثناها میشه. Wenn Ihr PKW mit einer entsprechenden Feinstaubplakette gekennzeichnet ist, اگر که ماشینتون با یک پلاکات سبز مشخص شده باشه wenn ihr PKW schadstoffarm ist. اگر که ماشینتون مواد خطرناک یعنی مثلا کربوکس CO2 این چیزا رو کم از خودش میده که فقط با پلاکات میتونیم بریم. که اگر فقط ماشین ما استثناء باشه و پلاکات داشته باشه یا پلاکات داشته باشه. سوال شماره 8 Wie können Sie bereits bei der Planung Ihrer Fahrten zum Umweltschutz beitragen? چطوری میتونین همون موقع که دارین برای راهتون برنامه ریزی میکنین به حفاظت از محیط زیست کمک کنید؟ Indem ich mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege,
اینه که چند تا مقصد رو توی یک مسیر با هم یکی کنم، یعنی چند تا کار رو همزمان انجام بدم. Indem ich plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen. از این طریق که برنامه ریزی کنم که با وسایل نقلیه برم تا با ماشین خودم. Indem ich Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugen nutzen bilde. اینی که با بقیه کسایی که با ماشین میخوان برن با هم دیگه گروهی بریم، یعنی گروهی با یه ماشین مثلا بریم، که هر سه اینا امکاناتی هستن که میتونین انجام بدین. سوال شماره 9، was müssen Sie in dieser Situation beachten؟ توی این موقع، توی این وضعیت باید به چه چیزی توجه کنید؟ Mein Fahrzeug ist mit Außenspiegeln breiter als in den Fahrzeugpapieren angegeben. Maschine man bo aine haye birunish pahn-tar az chizi hastesh ke tuye madareke maschin neveshte shode. Nach 200 Meter verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens. دیویس متر دیگه، یعنی در دیویس متر که داریم بهش میرسیم، پهنای خطی که ما توش هستیم کم میشه. Auf einer Länge von 200 Meter verringert sich die Breite des linken Fahrstreifens. پهنای خط سمت چپ برای یک مسیر 200 متری کم میشه، که اینجا فقط نوشته 200 بدون هیچ فلشی چیزی کنار 200، پس در 200 متر دیگه این درسته و اینی که پهنای ماشین ما بیشتر میتونه باشه. سوال شماره 10، was können Sie am Reifen kontrollieren؟ چه چیزی رو توی تایرهای ماشین میتونین کنترل کنین؟ دی پروفیل تیفه، عمق پروفیل تیفه میشه این چیزایی که توی تایر هست، این چی میگن خدایا بهش، این بلند و کوتاهی های تایر، این رو شن پروفیل تیفه، اینی که چقدر مثلا استفاده شده. دی گلایش میسیگه ابنوتسونگ دس پروفیلز، اینی که هر دو طرف تایرها یه اندازه ازش استفاده شده باشه. دس التا دس رایفنز، اینی که ماشین تایر چند سالشه، یعنی چه سالی ساخته شده، که هر سه اینا رو خودمون میتونیم از روی چرخ ماشین متوجه بشیم. خب دوستان، بوگن شماره 37 تموم شد. در بوگن بعدی میبینمتون، یعنی میشنویم هم دیگر رو. امیدوارم خوب تمرین کنین و اگر دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، خیلی خوشحال میشم. تا بعد.